سلام آقای خطیب زاده، تو خبرها گفته میشه که به دستور آقای الکاظمی قراره یه تیمی از عراق به ایران سفر بکنن برای حل مشکلات واردات گاز. هفته گذشته هم ما سفر آقای فؤاد حسین رو به ایران داشتیم. بفرمایید مهمترین مسائلی که در حال حاضر در روابط ایران و عراق مطرح هست چیه؟ در روابط ایران و عراق موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی است. البته در حوزه روابط دو جانبه یکی از مهمترین موضوعاتی که داره پیگیری میشه راهن شلمچه هستش که در حال پیگیری هست، کمیسیون مشترک هست، برخی پروژه های مشترک هست که میان دو کشور در حال اجرایی شدن هست، در خصوص تردد اتباع دو کشور، روانسازی صدور روادید و موضوعات بیش از شاید بشه گفت چند ده موضوع هست که به طور روتین بین دو کشور در حال گفتگو است. اما در حوزه منطقه‌ای هم عراق نقش قابل توجهی داره، تلاش کرده که گفتگوهای منطقه‌ای رو نقش ایفا بکنه، بین ایران و عربستان سعودی نقشی داشته باشه. سفر آقای فؤاد حسین در خصوص این موضوعات بود، البته در خصوص نگرانی هایی هم که از حضور برخی طرف های سالس، گروه های تروریستی و رژیم اشغالگر قدس در و سوء استفاده از خاک عراق هم مطرح شده بود، در این سفر انتقال نظرات تهران صورت گرفت. من فکر میکنم که روابط ایران و عراق واقعا سقفی نداره و هر چقدر که دو طرف با هم تلاش کنن میتونن ارتقای روابط داشته باشن.